بند اقتصاددان از پاریس با ما همراه شدن. خوش آمدید آقای خاوند. در حالی که الان اقشار زیادی به خصوص حال کارگران به کمی دستمزد خودشون دارن نسبت به مخارج اعتراض میکنن، مجلس الان از احتمال کاهش حداقل دستمزدی داره صحبت میکنه که برای سال جاری 57% مصوب شده بود. دلیل این اقدام مجلس چیه؟ ببینید، شورای عالی کار در اواخر سال گذشته خورشیدی تصمیم گرفت که سطح دستمزدهای رو، حداقل دستمزد رو برای سال 1401 57% افزایش بده بر اساس اون چیزی که در ماده 41 قانون کار هست که باید دستمزدها متناسب باشه افزایشش، اولا با نرخ تورمی که اعلام میشه از طرف مراجع رسمی جمهوری اسلامی، و دوم این دستمزد معیشت یک خانوار رو تامین میکنه. بر این اساس بود که همین 57% اعلام شد. منتها بعد از اون در شماری از آثار پژوهشی به خصوص اتاق بازرگانی تهران و همینطور از زبان برخی از منابع جمهوری اسلامی گفته شد که این افزایش زیاده از حده، به خاطر اینکه با این افزایش اولا خیلی از کارخونه ها دیگه نمیتونن، به خصوص کارخونه های کوچک و متوسط، نمیتونن پرداخت بکنن این دستمزد رو و در نتیجه بیکاری زیاد میشه و بعد این به موج تورمی دامن میزنه. فرصت ما خیلی کوتاهه، من نمیخوام وارد این بحث بسیار حساس بشم، ولی به هر حال کارگران احساس میکنند که میخوان گناه تورم رو بیاندازن به گردن اونها و در نتیجه به نظر من هیچ به اصطلاح توجیهی نداره. این راهش این است که دستمزدها رو افزایش بدن بر اساس ماده 41 قانون کار، ولی در همون حال طبقه کارگر، سازمان هایی که نمایندگی میکنن این طبقه رو، بدونن که با افزایش به اصطلاح دستمزدها چیزی حل نمیشه. اگر قرار باشه که بلافاصله بعد از افزایش دستمزد تورم این افزایش رو خنثی بکنه، بنابراین بیش از حد باید فشار وارد بیارن که اصولا نظام اقتصادی ایران به تورم پایان بده، چون اون چیزی که به قدرت خرید کارگران ضربه وارد میاره تورمه. یک نکته آخر رو هم اشاره کنم، بر اساس آخرین اطلاعاتی که من در دست دارم، گویا سخنگوی دولت اعلام کرده که هیچ تصمیمی گرفته نشده برای اینکه حداقل دستمزد از اون 57% پایین‌تر بیاد. آقای خاوند، نماینده کرمانشاه هم گفته که دولت حداقل همه قیمت نان خشک و تخم مرغ رو ثابت نگهداری که مردم حداقل در این حد بتونن معیشت داشته باشن. دولت آیا توان همین کار رو هم نداره؟ ببینید، تثبیت قیمت‌ها دردی رو دوا نمی‌کنه. میشه فرمان داد که قیمت تخم مرغ، قیمت روغن، قیمت نان و غیره و غیره ثابت بمونه، ولی این فرمان رو بازار ازش پیروی نمی‌کنه. اون چیزی که باید در کشور اتفاق بیفته این هست که از لحاظ علمی در زمینه علم اقتصاد تصمیمی گرفته بشه که این سونامی تورمی متوقف بشه. به اطلاعتون میرسونم که روغن مثلا الان کمیابه، حالا اگه قیمتش هم ثابت بکنن و تصفیه بکنن، اگر کم باشه، مصرف کننده ها به اون دسترسی نداشته باشن، چه فایده ایده؟ سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، فرانسه، همراه ما. متشکرم.